مؤسسه نیکوکاری و فرهنگی مصبال حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا طی نامه از نخست وزیر کشور عراق خواست تا مرزهای این کشور را برای حضور علاقمندان به شرکت در زیارت بزرگ اربعین حسینی باز نماید متن این نامه به شرح زیر است بسم الله الرحمن الرحیم ذالک و من ازم شعائر الله فانها من تقوی القلوب سوره حج آیه 32 به نخست وزیر محترم موضوع تسهیل امر زیارت اربعین مؤسسه ما بهترین سلام ها را خدمت شما ارسال می دارد. جناب نخست وزیر محترم مرجعیت شیعه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی مدظله لوح فرموده که بر حکومت عراق لازم است تا به وظیفه خود در مورد بزرگترین تجمع سالیانه انسانی در زیارت اربعین امام حسین علیه السلام عمل نماید و بر همین اساس راهکارهای لازم جهت تسهیل در امر ورود تمامی زائران از کشورهای مختلف به عراق را فراهم آورد با استناد به قانون اساسی کشور عراق درباره تضمین آزادی برگزاری هر گونه مراسم مذهبی بلخص شاعر امام حسین علیه السلام در هر شرایطی و برای اتباع همه کشورها همان گونه که صریحا به آن در متن قانون اشاره شده است و از آنجا که سرزمین عراق با در برگرفتن بدنهای متحر اهل بیت اسمت و تهارات علیه السلام به شرافت والایی دست یافته تا جایی که قبله و مقصد دلهای کسانی شده که عاشق برگزاری شاعر دینی خود می باشند موضع قابل ستایش حکومت مرکزی برای احیای مراسم آشورای امام حسین علیه السلام و اجرای پروتکل های بهداشتی توسط اعزاداران و خیل عظیم زائران حسینی بلخص در روز دهم ده محرم و اعضای تویریج را یادآور میشویم و آن را قابل ستایش میدانیم از این رو از شما درخواست داریم تا با بازگشایی مرزهای کشور عراق شرایط را برای تمامی زائران و علاقمندان به زیارت امام حسین علیه السلام از همه کشورها چه عرب و چه غیر عرب به صورت انفرادی یا دست جمعی در ایام زیارت مقدس اربعین حسینی با توجه به شرایط بهداشتی کنونی و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی و اهمیت همزیستی با ویروس کرونا همچون سایر کشورهای مبتلا به این ویروس هموار نمایید. پیشاپیش از همکاری شما سپاس گذاریم.